ایمان دارم بعد از این پرستش عالی. خوب بود پرستش؟ واقعا وقتی هر بار که پرستش میکنیم فکر میکنم خداوند واقعا چه فیضی شامل ما حال ما کرده که ما بیایم خدا رو با دستامون، با پاهامون، با تمام حرکات موزونی که میاد در وجودمون، با صدامون، با اون هر چی که در وجودمونه، خدا این اجازه رو داده، خدا این افتخار رو داده، از کجا ما رو رسونده به کجا که خدا رو پرستش کنیم. واقعا چه توفیقی، چه فیض عظیمی. و ایمان دارم بعد از این پرستش عالی امروز هم روح القدس امداد میکنه تا پیامی که در دل خداست، از دل پدره، موافق رأی و اراده خودش در دلهای ما به انجام برسه. آمین. نه فقط بشنویم و که کار خودشو در دلهای ما، در جانهای ما انجام بده. من فکر میکنم خیلی وقتا عزیزان ما در آرزوی چیزهایی به سر میبریم، برای مواردی دعا میکنیم که خدا از قبل اونو به ما داده. مشکل ما نداشتن اونا نیست، بلکه آگاه نبودن از اینکه ما در عیسی مسیح از چه مواهب عظیمی برخوردار هستیم. برای همین پولس رسول میدونست و این دعای ملوکانه و عالی شد در افسسیان باب 1:17 به حضور خدا آورد. تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال، روح حکمت و کشف رو از شناخت خودش، معرفت خودش به تک تک شما عطا کنه، تا چشمای دل شما باز شه، تا ببینید که امید دعوت شما چیست. آنچه که ما نیاز داریم عزیزان نه چیزهای تازه است، بلکه باز شدن چشمای ما و آگاه شدن از آن فیض، از اون مواهب عالی که در خداوند ما عیسی مسیح، در اون نجات حیرت انگیزش در شامل حال ما شده. آمین. به راستی خدا در عیسی مسیح چه امیدی داره از دعوت ما؟ چه هدفی داشت برای اینکه ما رو نجات بده؟ فکر میکنی امید اون چیه؟ میگه امید دعوت خودتون رو بشناسید. اولین قسمت اینو میگه، نیست؟ من فکر میکنم بزرگترین امیدی که خدا داشت که ما رو دعوت کنه در عیسی مسیح، قبل از هر چیز در وهله اول رابطه ما با خودش بود، که ما با اون رابطه داشته باشیم. این همون امیدی بود که در باغ عدن به ناامیدی گراییده شد. این همان امیدی بود عزیزان که در قوم اسرائیل، اون قوم برگزیده خدا که خدا اونا رو منتخب کرد، برگزید، گفت قوم من رو رها کنیم تا من رو عبادت کنم، با من رابطه داشته باشن. ولی در قوم اسرائیل هم به انجام نرسید. از آن رابطه با خدا و لذت بردن از خدا بزرگترین هدف خدا از خلقت ما و از نجات ماست. زندگی مسیحی وقتی نگاه کنیم هیچ چیزی نیست غیر از این که احیا بشه اون مشارکت شیرینی که بین ما و خدا وجود داره. در اون مشارکته که همه چیزها از آن ما میشه، هر اون چی که نیاز داری. و فکر نکنین عزیزان که خدا همینطوری بی جهت این رابطه رو به کسی میده، بی جهت این رابطه رو به کسی میبخشه، هرگز. البته منظورم این نیست که خدا انتظار داره ما یه کارهای انجام بدیم، کارهای خاصی سعی کنیم، تلاش کنیم تا وارد رابطه بشیم. همه همون میدونیم که مشارکت با خدا، رابطه با خدا سراسر فیض اوست. ما به خودی خود هیچگاه، هیچ وقت شایستگی هیچ چیز رو در حضور خدا نداشتیم، چه برسه که با او رابطه داشته باشیم. هر آنچه که به ما بخشیده میشه عزیزان فقط و فقط محض فیض خداست و به طور رایگان به ما اهدا میشه. ولی منظورم اینه
تنها افرادی این رابطه عمیق و این رابطه صمیمانه رو با خدا تجربه میکنن که مشتاق او باشن، که تشنه او باشن. آمین. اشعیا، این سرور انبیا در کتاب اشعیا باب 55 میگه ای همه تشنگان، ای همه تشنگان نزد آبها بیایید. داره به تشنگی اشاره میکنه. تشنگی چی عزیزان؟ یک اشتهاییه، یک آتشیه که روح انسان برای خدا داره. مزمور 42 میگه جان من تشنه خداست، تشنه خدای حی، که کی بیایم و به حضور او داخل شوم. وقتی از آن ذائقه روحانی ما برای یک بار فقط، اگه یک بار فقط او رو بچشه، تشنگی ما برای خدا بیشتر میشه. مثل تشنگی فیزیکی نیست که یه لیوان دو لیوان میخوری دیگه شاید تو چند ساعت آب نخوری، میلی نداشته باشی، ولی هرچی که از خدا مینوشی تشنه تر میشی. برای همین داوود در مزمور 34 آیه 8 میگه بیایید بچشید و ببینید که خدا چقدر نیکوست. از خدا خیلی بیشتر از ما مشتاقه که بر تمام فرزندانش، بر تمام فرزندانش به طور عمیق خودشو آشکار کنه. ولی متاسفانه تعداد کمی هستن که مشتاق خدا هستن. و این افراد به جای تجربه شخصی از محبت خدا، به جای تجربه شخصی از قدوسیت خدا، از شخصیت خدا، به جای اینا به همین بسنده میکنن که درباره خدا بدونن، بشنون، همین قانع میشن. ولی خدا میخواد ما رو به جایی برسونه عزیزان که به قول ایوب باب 42 آیه 5 میگه از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم، لیکن الان چشمای من تو رو میبینه. اینجا بود که ایوب متحول شد و تمام اون برکاتی که دنبالش بود دو برابر مزید، به طور مزید دریافت کرد. عزیزان میخوام بگم اگر شما از خدا مولود شدید، اگر تولد تازه دارید، بذر او، حیات او در شماست و روح او، روح شما تشنه خداست. ولی نمیدونیم یا سرکوبش میکنیم یا جان خودمونو با هلهوله‌های این دنیا سیر میکنیم، پر میکنیم، یا در نهایت با شکلای روحانی، دانشای مذهبی، تمام اینا رو جایگزین اون رابطه زنده با عیسی مسیح میکنی. نیست؟ چقدر هستم من خودم عاشق کتابم. یه روز فهمیدم دانسته های من، کتابایی که میخونم خیلی داره بیشتر میشه از اون رابطه‌ای که با خدا دارم، از اون شناختی که باید از خدا داشته باشم، شناخت شخصی. آمین. وقتی این طور میشه در نتیجه عزیزان اشتهای ما برای خداوند که سرچشمه تمامی خوشی ماست از دست میدیم و کم کم در حاکمیت نفس قرار میگیریم. داوود نبی که پادشاه بود، مرد مسح شده خدا بود. برادر نور عزیز خیلی قشنگ به نقطه مرکزی پیام زد، البته خیلی کاملتر این آیه رو خوند. این مرد مسح شده وقتی در صحرای خشک یهودا از دست دشمنان، از دست بدخواهان متواری بود، از این غار به اون غار، میتونم تصور کنم چقدر زخمی شده بود، چقدر درد میکشید، رنج میکشید. چرا باید به این حال و روز بیفته؟ ولی به جای اینکه دعا کنه که رهایی پیدا کنه از دست دشمنان، تشنگی خودش رو به حضور خدا میاره. ای خدا، تو خدای من هستی.
تمام وجودم در این وضعیت تو رو میطلبم. جان من تشنه توست ای خدا و جسدم مشتاق توست. در زمین خشک تشنه بی آب. از این آیه عمق تشنگی و اشتیاق داوود رو برای خدا چقدر زیبا برملا میکنه و همینطور بی اشتیاقی ما رو برای خدا سرزنش میکنه، ملامت میکنه. هر موقعی من این آیه ها رو میخونم فقط سرم رو خم میکنم از پرستش هایی که این موقع احساس میکنم چقدر حقیرانه است از پیشگاه او. ای خدا با تمام وجودم تو رو میطلبم. این فریادیه برای خدا. آیا جان تو مشتاق خداست؟ عزیز جان من، آیا روح تو حس میکنی در اعماق وجودت برای خدای حی، برای خدای زنده صیحه میزنه، فریاد میزنه؟ اگه قلب تو تماما تسلیم خدا باشه، اگه جان تو زیر سیطره نفس نباشه، اون وقت پیکر تو، جان تو مثل داوود در پی خدا و خانه خدا خواهد بود. آمین. میخوام تصور کنین از اون وقتی در یک صحرای برهوت هستین که هیچ آبی در اون نیست. من اینکه دوبار این فیلم های مدلی رو دیدم. واکنش بدنتون چطوره فکر میکنین؟ بدن شما کمتر از یک روز به شدت در پی آبه. درسته؟ اگر جستجوی تو بی نتیجه باشه و بدنت آب دریافت نکنه چیکار میکنه؟ انگار تمام سلولای بدنت فریاد میزنه آب میخوام. و کم کم به چنان درماندگی عظیمی میرسی که یه فریاد خودجوش، یک فریادی که برخواسته از اعماق وجودته، از تو بیرون میاد. دیگه ضرورتی نداره که سعی کنی تشنه آب باشی، نیست؟ واکنش تو در اون لحظه کاملا ذاتیه، کاملا طبیعیه، کاملا خودجوشه. تو در اون لحظه شرم و حیا و آبرو این چیزا برات مهم نیست. در اون لحظه دیگران راجع به تو چی فکر میکنن؟ بدن تو آب میخواد، وگرنه میمیره. تجربه کردی چنین تشنگی رو؟ یک بار چند سال پیش که من یک جراحی داشتم در بیمارستان، از جزئیاتش میخوام بپرهیزم، تقریبا ساعت 10 اینطور 10:30 بود فکر میکنم که از اتاق جراحی من رو بردم بیرون. تنها چیزی که اون لحظه حس میکردم، نه اون درد جراحی، نه اون بخیه ها، بلکه تشنگی بود. یک تشنگی عجیبی بود، یک تشنگی عظیمی بود. ناله میکردم، تو حالت اغما بودم، هیچ کس اونجا نبود. و وقتی ناله میکردم، پرستارا میامدن فکر میکردم من درد دارم. مسکن به من تزریق میکردن. و این مسکنها منو میبرد تو حالت اغما، بیهوش میشدم. گاهن تو صبح هی چشمم باز میکردم، فقط میدم دارم میمیرم از تشنگی. صبح که شد دیگه واقعا بوی مرگ رو حس کردم. چارچنگولی خودم رو کشوندم، خزوندم توی دستشویی. تو اون لحظه اصلا برام مهم نبود چه آبیه اونجا. یعنی از من بر می آمد که سرم رو تو اون کاسه دستشویی بکنم، سیفون رو بکشم، فقط آب بخورم. نیست؟ این دست و پا زدنیه برای حیات، برای بقا. مزمور 143 آیه 6 میگه دست‌های خود رو به سوی تو دراز میکنم ای خدا. جان من مثل اون زمین خشک تشنه مشتاق توست. دیگه این فریادی نیست عزیزان برای نوع آب. وقتی به آخر خط تشنگی میرسی، حتی از آب گلالودم حذر نمی کنی. درسته؟ تو فقط آب می خواهی. می
میخوام بگم عزیزان چن تشنگی رو خدا از بد و تولد ما نهادینه کرده. کتاب جامعه باب 11 آیه 4 میگه خدا ابدیت رو در دلهای ما گذاشته و این مهمترین نیاز ماست که تشنه خدا باشیم و از او بنوشیم. در غیر این صورت به لحاظ روحانی میمیریم و همین آسونی. مزمور 42 میگه چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من تشنه توست. ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو داره، جان من تشنه توست که کی بیام به حضور تو. ای خدا کی به حضور تو حاضر بشم. تشنگی برای خدا عزیزان به اون آهوی تشنه تشبیه شده، آهویی که از فرد تشنگی، از ترس اون صیاد که دنبالشه، فقط لهله میزنه برای آب، هیچ چیزی نمیفهمه. و خیلی زیباست، یه قوه شامه داره، یه حسی توشه که بوی آب از فرسنگ ها دور میفهمه. و خیلی جالبه وقتی یه آهوی آب پیدا میکنه، حتی آهوهایی که از فرسنگ ها راه دورن این آهو رو تشخیص میدن، یه آهوی آب پیدا کرده، دنبال اون میدوئن. چند نفر از شما اگر خدا سیر بشین، این بیداری روحانی، این حیات روحانی در کلیسا جاری میشه عزیزان. برعکس گوسفند که شاید اگه چند روزم تشنه باشه حس نمیکنه. خدا رو شکر که خدا در مسیح به ما دلی تازه بخشیده و یکی از خصوصیات این دل تازه تشنگی برای خداست. تو تشنه چی هستی عزیز جان؟ به خود جواب بده. ما در حضور خدا جز حقیقت و راستی نمیتونیم چیز دیگه ای باشیم. وقتی میپرسم برای چی تشنه هستی، از اون جواب تو بسیار مهمه، چون تشنگی تو نشون میده که بزرگترین نیاز تو چیه و این نیاز توست که تو رو به سمت اون میبره. هر جا گنج توست دل تو اونجاست نیست؟ ولی خدا ما رو طوری خلق کرده از اون که فقط خودش میتونه ما رو سیر کنه. در یوحنا باب 7 آیه 37 عیسی در روز عید بزرگ میگه بر روی پله های هیکل میایسته و ندا میکنه و میگه هر که تشنه است نزد من بیاد و بنوشه. کسی که به من ایمان آورد، چنان که کتاب میگوید از نهرهای او، از بطنهای او نهرهای آب زنده جاری میشه. از عیسی مسیح روی پله های هیکل ایستاده بود و ما باید بدونیم روی این پله ها چه اتفاقی افتاد. سالی یک بار کاهن اعظم با یک کوزه پر از آب می آمد. سالی یک بار روی این پله های هیکل معبد بزرگ آب می‌ریخت، تمام پله‌ها رو خیس می‌کرد، به یاد روزی که قوم اسرائیل توی بیابون تشنه بودن. این واقعه در خروج باب 17 ثبت شده. قوم فریاد می‌زدند ما را آب بدهید تا بنوشیم، و خداوند از صخره آب برای اونا جاری کرد. این آبی که از صخره اومد، در واقع صخره و خود آب خود مسیح بود. آمین. همه چیز عیسی است عزیزان. خیمه اجتماع بر عیسی دلالت داشت. کاهن اعظم، قربانی ها، جشنا، سرزمین موعودی که باید قوم وارد اون می شدن، داره به اتحاد با عیسی نشانه میده، فریاد میزنه. همه چیز عیسی بود، همه چیز عیسی هست و روزی همه چیز در عیسی یک میشه. و عیسی روی اون پله هایی که هنوز خیس بود میسته
پله‌هایی که پله‌های خیسی که نماد تشنگی قوم در اون صحرای برهوت خشک بود. هر که تشنه است بگذارید نزد من بیاید، بگذارید بیاید و از من بنوشد. من اون آب حیات هستم. از اون بشریت تشنه خداونده. عیسایی که یه همچی دعوتی کرد، روی صلیب فریاد زد تشنه‌ام، چون اومده بود تشنگی بشریت رو سیر کنه. برای همین روی صلیب فریاد زد تشنه‌ام. او به جای میلیاردها انسان تشنه، تشنه شد تا آتش من و تو رو برطرف کنه. انسان از روزی که از رودخانه های پر آب و گوارای باغ عدن رونده شد، طرد شد، محروم شد، بیرون انداخته شد، از همان روز تشنه لب شد. مردم زخمی هن از انسان، طرد شده و تشنه هن. مردم تشنه محبت هن، تشنه پذیرفته شدن هن. تشنه پدر و مادری که شاید هیچگاه سایه امنیت و محافظتش رو حس نکردن، درک نکردن. تمام مردم تشنه آرامشن در بهترین شکلش. حتی اگه ثروتمند باشن، در یک قصر باشن، تشنه آرامشن، تشنه شادیان، تشنه امنیتن، تشنه عدالت و راستیان. ولی با حوزهای شکسته و نامطمئن این دنیا تشنگی خودشون رو رفع میکنن یا آتش خودشون رو پنهان میکنن، مبادا که تحقیر بشن. فریاد تشنگی عیسی فریاد همه انسانهایی بود که آتش دیرینه به جهت همدردی داشتن، درک کردن، عدالت، راستی در زندگی اونا بشه، محبت، محبت راستین. برای همین عیسی در یوحنا باب 4 از تمامی موانع عبور میکنه تا به دیدن زن سامری که تشنه و گرسنه بود بره. زنی که به جای اینکه تشنگیشو بیان کنه، سعی داشت عیسی رو از مسیر اصلی خارج کنه، به خاطر اینکه تشنگی خودشو مثل خیلی از ما میخواست پنهان کنه. زنی که فقط تشنه آب نبود، او محتاج امنیت بود، او محتاج توجه بود، او محتاج محبت بود. 4 مرد به او خیانت کرده بود، از او استفاده کرده بود و او را رها کرده بود. و پنجمی هم طفلک شاید میگفت پس یه مدت این خیلی جهان معاصر ما باش زندگی کنیم ببینیم میشه بعدن. و عیسی به سراغ او رفت. وقتی عیسی از آب حیات با زن صحبت میکرد، زن بازم نمیدونست، گفت ای آقا این آبو به من بده، این آبو به من بده که دیگه به جهت آب کشیدن سر این چاه نیام. و وقتی عیسی خودشو معرفی کرد، من اون آب حیاتم، وقتی عیسی رو ملاقات کرد و آتش درونش سیراب شد، عیسا همین زنی که فرار میکرد از انسانها و پر از زخم و طرد شدگی بود، کوزهشو گذاشت، دیگه آب براش مطرح نبود، رفت به کسانی که طردش کرده بودن به همه بگه که فریاد درونش رو کسی شنیده و اون مسیح موعوده. بیایید ببینید کسی رو، بیایید نشونتون بدم که از هزارها افراشته تره. کسی که برای جان تشنه من فکر کرد و جان تشنه من رو سیراب کرد، بیایید ببینید چی کار کرد. عزیزم، پسر خدا تشنه شد تا آتش من و تو رو رفع کنه، تا ما هم فریاد تشنگان رو بشنویم و به آنها به جای آب سرکه ننوشانیم. آیا تشنه خدا هستی؟ عیسی می‌فرماید بیا از من بنوش، از وجود من، از شخصیت من. نیست، فقط یک شرط داره، که قبول کنی که تشنه هستی، پنهان نکنی، بپذیری که جان تو بدون خدا مثل زمین خشک و بی آب و سخته. زمین وقتی خشک میشه چی میشه؟ اون نون خشکی که عزیزان، نون خشک رو کاریش میشه کرد؟ میشه اصلا خوردش؟
خداوند میگه از من بنوش تا نه تنها سختی دلت، خشکی دلت، سردی دلت التیام پیدا کنه، بلکه از تو آب حیات، از بطن تو حیاتی جاری بشه که به دیگران جاری بشه، عزیزان منتقل بشه، یه حیاتی متفاوت. هفته پیش پاستور راجبش موعظه کرد، حیات طبیعی نه، بلکه طبیعت خدا رو زیستن است، خودمون و دیگران. امروز تشنه خدا هستی؟ عزیزان امروز تشنه ای؟ امروز دل تنگه؟ امروز دل تنگ هستی؟ برای خوشی؟ یه موقع من شدم، چون باطنن یک زنی هستم که عاشق خنده و شادی و رقصم، عاشق بگو بخندم. یه موقعی که همه چی بر هم میخوره فقط میگم تشنم کو شادی؟ آیا دل تنگه برای خوشی؟ برای آرامش؟ برای محبت بیشیل پیله؟ برای محبت بدون قید و شرط؟ محبتی که تشنجی عمل نمی کنه؟ عزیزان همه ما محبت همون تشنجی عمل می کنه، همه ما محبت همون مثل این روی لبه تیغ نازکه، نیست؟ امروز عاشق، این فردا پر از نفرت و کینه. نمیدونم چشیدین؟ همه این تشنگی هایی که در وجود توی یه سیگناله که تو تشنه خدا هستی، ولی سعی میکنی در جای اشتباه آتش خودتو رفع کنی، از مدارکت، از شهرتت، از آدمها، از شوهرت، از زنت، از دخترت، از توجه و تایید و تشویق این اون وقتی دریافت نمیکنی، چون خودشون همون تفلک ها چیزی ندارم به تو بدن، سرخورده تر میشی، وامونده تر میشی. در نتیجه از ماحصل تمام این سرخوردگی های تو چی میشه؟ رنجش، کینه، خشم و تشنگی شدیدتر. و تو به جایی میرسی که تن به هر آب گلالودی میدی. خیلی اینو دیدیم و تجربه کردیم، به خصوص بین جوان هامون. عیسی می‌فرماید بیا از من بنوش تا نه تنها سیراب بشی، بلکه زندگی تو باعث برکت دیگران بشه. و جالبه بدونی آب، این آب حیات در اون تولد تازه در بطنای ما ریخته شده هست. این آب حیات درون ماست، چشمه در درون ماست، هیچ جای دیگه نرو. تو آسمون هفتم نیست، در درون ماست. عیسی مسیح در یوحنا باب 7 آیه 37 میگه کسی که به من ایمان بیاره، ایمان آوردی؟ چنان که کلام میگوید از بطن اون نهرهای آب زنده جاری میشه. پس یه چشمه‌ای هست، شاید سنگ و کلوخ پرش کرده، نیست؟ شاید دشمن اومده داره خالیش میکنه. خواهری بود هفته پیش با عجز میگفت خالی هستم، تحسینش کردم برای اینکه مثل عیسی تشنگی خودش رو روی صلیب داره بیان میکنه، پنهان نمیکنه. عزیز جان جای دیگه نرو. میگه کسی که به من ایمان آورد از بطن او آب حیات جاری خواهد شد. فقط کافیه چیکار کنی؟ بری در اون خلوتگاه، نهانخانه دلت، نزد عیسی، لب چشمه درون بری، اونجا منتظر باشی تا خدا رو ملاقات کنی. شلوساس فقط همین. عزیزان دنیای درون ما یه عالمیه، در درون ما یک عظمت بی نهایت وجود داره، متاسفانه کنکاش نمیشه، تو جاهای دیگه دنبالشیم. او که عالی و بلنده، او که ساکن در ابدیته، او که زمین و زمان گنجایش او رو نداره، ولی در دلهای ما ساکنه. خدایی که از ابدیت، از درک عظمت او عاجزه، خدایی که زبانها قاصره از اینکه او رو تمجیدی که لایقش بکنه، او درون ما ساکنه. باور میکنی؟ فقط کافی در حجره خودت بری، لب چشمه درون،
اونجا عیسی منتظرته. تو بدونی سعادت و خوشبختی تو جای دیگه یافت نمیشه، فقط تشنه ترت میکنه، حریص ترت میکنه، فقط شکسته ترت میکنه. نمیدونم چقدر باید بها بدی و شکسته بشی، ناامید بشی از انسانها و دنیا تا به اینجا برسی. برو در خلوتگاه خودت. افسوس که ما از تنها بودن میترسیم، نیست؟ دوست داریم دوروبرمون دائم شلوغ باشه. حتی در جمع دعا کردن برامون خیلی راحت تره تا بریم تو خلوتگاه یک ساعت در حضور خدا منتظر این شاه شاهان بشیم. برو نزد عیسی، لب چشمه درونت. آمین. مسیح این چشمه رو در اون تولد تازه در ما قرار داده، در اون مداومت تسلیم، در اون ملاقات با او، از این چشمه حیات، از این چشمه نجات. اشعیا خیلی زیبا میگه، میگه از چشمه نجات آب بنوشید، آب بکشید، ببخشید. میگه از چشمه نجات آب بکشید، یعنی چشمه اونجا هست، فقط تو باید آب بکشی. قوم اسرائیل تو اعداد اینو میدونستن، با اینکه روح القدس نازل نشده بوده بر همه، وقتی خالی و تهی میشدن میرفتن ای چشمه چاه به جوش بیا، در حضور خدا تنها میشدن. لب چشمه درون برو تا سعادت و رضایت درونی تو در او پیدا کنی. آمین. باشه که دلهای شما جویندگان خدا در این ایام مقدس به آب حیات، به آب حیات، به آب حیات، نه هیچ آب دیگه زنده گردد. آمین. سرهای خودمون رو خم میکنیم، از این چند لحظه دعا میکنیم. ای خداوند، ای قوت ما، چقدر زیباست کلام تو که نور و چراغه، کلام تو که هادی راه ماست، کلام تو که خداوند به کام ما مثل عسل شیرین میاد، جان ما رو از اون خالی بودن، از اون تهی بودن خداوند شاد میکنه، خداوند پر میکنه. وقتی کلام خدا رو میخونیم در یوحنا باب 4:4 چقدر زیبا میگه عیسی لازم دونست که از سامره عبور کنه، چون میدونست که یک زن تشنه، یک زنی که پر از عدم امنیت، ترس، زخمه، زنی که روحش داغونه اونجاست، زنی که تشنه است و به خاطر تشنگی آویزون این و اون میشه. ای خداوند، ای قوت ما، تو رو دعوت میکنیم ای روح القدس، تو که از خلأ کراهت داری، تو که از خالی بودن بیزاری، تو که در اون صبح آفرینش برای تو نیکو بود، برای تو خوشایند بود که جهان آفرینش خودتو با آب تراوت بدی و بعد در عیسی مسیح آب حیات رو به ما بخشیدی، این آب حیات رو دعا میکنم خدا و همچون که کاهن اعظم با کوزه ای از پر از آب هر سال عبور میکرد و میخواست به قوم بگه که تشنگی شما رو کی برطرف کرد، به سوی خدا برگردین، به سوی یهوه خدا که خدایی نیست مثل یهوه. و امروز عیسی ایمان دارم با کوزه ای پر از آب که روح قدوس تو از کنار ما عبور میکنی، دعا میکنم خداوند بر اون جانهایی که تشنن، فقط نمیدونن در آتش تشنگیشون رو کجا پر کنن. ای خداوند، تو اول به اونا خداوند یه اشتیاقی بدی که تشنگی خودشون رو بیان کنن، بدونن خالین، پنهان نکنن. و تو خداوند، ایمان دارم که عیسی کنار ما عبور میکنه، اون کاهن اعظم، اون کاهن اعظم که فقط کاهن اعظم ما نبود در عهد جدید، بلکه شفیع ما بود که هر روز داره در پیشگاه خدا برای ما شفاعت میکنه و امروز میخواد که نزد تخت فیض او بریم، تخت فیض او رو به یاد بیاریم.
عیسی رو به یاد بیاریم که این آب حیات رو میخواد ما رو بنوشانه، تا از این آبها، از این حوضهای شکسته، از این آبهای گلالود این دنیا که ما رو ناامیدتر و شکسته تر و انتوش میکنه جدا کنه. ای خداوند به خصوص جوانای ما رو پر کن که هر روی نیاز آب لب به هر آب گلالودی ندن. خداوند جوانای ما رو پر کن، بذار بچشن ذائقه روحانی اونا در تو. خداوند تو رو بچشه، مثل کسایی که بعضی غذاها رو اصلا نخوردن فکر میکنن دوست ندارن یا بدمزه است، ولی وقتی میچشن میگن چقدر خوشمزه بود، دریغا که سالها نخوردیم و فکر میکردیم مزه نداره. ای خداوند ذائقه روحانیه کلیسای محلی ما رو در این ساعتهای آخر خداوند از آب حیات، از حضور زنده تو در اون خلوتگاه اول پر کن. ذائقه ما رو بچشان که حقیقتا بگیم خدا چقدر عیسی مسیح نیکوست. نزد که برم؟ نزد تو میام ای خداوند، نزد تو میام ای قوت من، نزد تو میام ای حیات من، نزد تو میام ای سرچشمه تمامی خوشی من، آرامی من، امنیت من. نزد تو کی برم؟ نزد تو میام ای خداوند، تویی که من را اشبا و سیراب میکنی تا بتونم تشنه لبان رو سیراب کنم از آب حیات. عزیزان بیستیم ما هم در این دعوتی که پاستور میکنه، در این پرستشی که میکنه. اگه این کلام با قلبتون حرف زده، ما نمیتونیم به زور تشنگی در خودمون ایجاد کنیم. آمین که روح القدس قلب ما رو لمس کرده باشه، این تشنگی خودمونو به خداوند مثل آهوی تشنه بیان کنیم. اون لایقه هستن.